با درود و عرض ادب، روز هستم از پرشن وارز جوایز پارسی در امریکای شمالی در خدمت یکی از هموطنان گرامیمون بانو کتایون حسین دوست دارای کارشناسی علوم سیاسی در تورنتو می باشم. خانم کتایون حسین دوست، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدیم. سپاسگزارم. اولا درود بر شما و خیلی ممنون از این فرصتی که دادیم که در خدمتتون باشیم. باعث افتخارمه. خیلی ممنون میشم که از دوران کودکیتون و در کجای ایران به دنیا آمدید برای من و مخاطبان جوایز پارسی اندکی بفرمایید. خواهش میکنم. من متولد ماه فروردین سال 1347 هستم، متولد تهران، و در سن 11 سالگی همراه با خانواده مهاجرت کردیم به کانادا، اول به مونتریال و بعد از یک سال آمدیم به تورنتو. بسیار عالی. پس الان در تورنتو زندگی میکنی؟ بله بله، الان دیگه 44 ساله که در کانادا هستیم. بسیار عالی. اگر که برامون از دوره تحصیلاتتون بگید ممنون میشم. خواهش می‌کنم. همطور که گفتم، من 11 سالگی که آمدم دیگه مونتریال و بعد از یک سال که آمدیم تورنتو تحصیلاتم ادامه دادم و بعد به دانشگاه وسترن در شهر لندن آنتاریو رفتم برای تحصیلات در رشته علوم سیاسی. بعد از اون با دانشگاه لندن در انگلیس اقدام کردم برای رشته حقوق که بتونم مکاتبه‌ای این دوران رو طی کنم، ولی بعد تصمیمم عوض شد و تصمیم گرفتم برگردم ایران در سن 26 سالگی که هم فارسیمو بهتر بکنم، خوندن نوشتنمو و کلن تجربه زندگی در ایران رو به عنوان یک انسان بزرگتر بالغ داشته باشم. و واقعا یکی از بهترین تصمیم‌های زندگیم بود فکر کنم، از لحاظ رشد شخصیتی و همین که می‌بینیم دیگه فارسی رو خیلی بهتر صحبت می‌کنم از قبل. و اونجا برای حدود 12 سال بودم، همونجا با همسرم آشنا شدم، پسرم به دنیا اومد و تمام 12 سالم اونجا کار میکردم، شرکت پرایس واتر هاوس کوپرز PwC. و بعد پسرم که حدودا 5-6 ماه بود برگشتیم کانادا با همسرم و اینجا دیگه مشغول دوباره کار شدیم و هستیم در خدمتتون. بسیار عالیه، چه تجربه شیرینی داشتید. واقعا قفته خوردم توی سن 26 سالگی تونستین که برگردین ایران. واقعا بهتون تبریک میگم و این تجربه زیبا رو به دست بیارین. خب الان پسر گلتون چند سالشه؟ من الان پسر گلم 13 سال و نیمه تقریبا. 13 فرمودین؟ 17 سال. و دیگه دانشگاهی هم که اقدام کرده، چون کلاس 12 است، جوابا داره میاد یکی یکی و باید کم کم تصمیم بگیره کدوم دانشگاه میخواد بره برای ادامه تحصیل و راهش رو انتخاب کنه. اسم پسر نازنینتون رو میگین برام؟ کیوان عزیز فارسی رو صحبت میکنه؟ بسیار عالی، حتی بهتر از بعضی از بچه‌های فامیل. ما کلن فامیلی همه با هم 44 سال پیش آمدیم، یعنی بله. در ایران واقعا من شاید فقط یک دختر عمه دارم، همه فامیلای پدری مادری همه با هم مهاجرت کردیم در اون زمان. و برگشت من به ایرانم برای خیلی جای تعجب داشت، چون واقعا اونجا فامیلی نداریم و من دیدم که موقعیت خوبیه و فقط به خاطر اون عشقی که به ایران داشتم رفتم. و خوشبختانه مامان بابا هم اون موقع مایل بودن که برگردن، برای این فرصت طلایی برام پیش اومد که با پدر مادرم برگردم ایران.
بسیار عالی، خیلی هم ممنونم از توضیحاتی که برامون دادین. اگر که بخوام از شما بپرسم ایران یا کانادا، اگر که بتونین انتخاب ایران کنید، ایران 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 زنده ایران باشه. ایران پس این ایران روز تنها کسی نیست که این رو میگه. اخیرا توی برنامه هایی که داریم تعریف میکنیم، تعریف شده در جوایز پارسی، به بخش کوچ رسیدیم. افتخار اینو داشتم که در اون گدرینگی که ایرانیان عزیز دور هم بودن با شما بانوی نازنین آشنا بشم و این انرژی و این همه پشنی که دارید در ارتباط با سرزمین مادری، فارسی رو اینقدر زیبا صحبت میکنید، از خانواده بسیار به هر حال محترم و بزرگی در کانادا هستید که باهاتون آشنا شدم دورا دور، واقعا برام خیلی جالب بود که ازتون بیشتر بشنوم. پس کتایون ایران زمینم دوست داره که در ایران باشه. خب این هم خیلی عالیه. من همیشه حتی وقتی سن کمتر داشتم دوران تینیجری، همیشه تصور میکردم آه چی میشد من تو ایران اصلا ازدواج میکردم، عروسی سنتی مثل این فیلم های قدیمی سیاسفید که میبینیم، همون مدل عروسی سنتی، بچم ایران به دنیا بیاد همونطور که من ایران به دنیا اومدم، کاش کی میشد. و این خدا شد خب پیش آمد. حتی عروسیمون، سپرایز عروسیمون برای موزیک، کادوی یکی از دوستان عزیز آقای آقاسی بود که واقعا شاهکار بود، برای اون شب بسیار کادوی خوبی بود. و پسر من که اونجا بری آمد همونطور که همیشه دوست داشتم و البته خیلی کوچیک آمده اینجا. بسیار عالی. الان این روزها کتایون مشغول به چه کاری هستش؟ این روزها البته من الان 1 سال و 4 روزه دقیقا که خودم رو بازنشسته کردم و خیلی هم خوشحالم از این بابت، برای که واقعا من از سن 15 سالگی مشغول به کارم، چون همیشه دوست داشتم تو جامعه باشم کار کنم، بعض وقتا 2-3 جا کار میکردم به عنوان مترجم برای پناهندهایی که از ایران میامدن، دفتر وکلای مختلف مهاجرت یا غیره، CRA Canadian Revenue Agency دارایی، خیلی جای مختلف و دیگه دیدم واقعا کار کردم به اندازه کافی و خیلی سال هم پشت میز جلوی لپتاپ نشستم دیگه بسه. الان خودم بازنشست کردم ولی دوست دارم ادامه کار اگر میدم، حالا یا به عنوان والنتیر یا اگر کار میکنم بیشتر در محیطایی باشه که با مردم در رابطه هستم، نه اینکه فقط یه مانیتور رو این مدلی، و اونجوری دوست دارم خب کار رو ادامه بدم، ولی فعلا مشغول رسیدن به چیزهایی هستم که خودم دوست دارم. بسیار عالی، باز هم بهتون تبریک میگم که به انتخابی که داشتید رسیدید، در ایران ازدواج کردید، الان تو این سن به این جوانی بازنشستگی رو انتخاب کردید، ولی با شناختی که تو همین 1-2 جلسه با شما داشتم میدونم که آروم نخواهید نشست و میدونم که به کارهای فرهنگی و دغدغه هایی که دارید حتما مشغول میشید، مطمئنم از این. بسیار عالی. خب یه سوالی برام پیش میاد. خب همونجور که فرمودین، به هر حال شما هم تمامی زندگی که در کانادا داشتید مشغول به تدریس بودید، ببخشید مشغول به تحصیل بودید، دوباره وارد یک حرفه ای شدید که به هر حال فراز و نشیب های خودش رو داشته، کار راحتی نبوده، بعد وارد ایران میشید، اونجا به مدت 12 سال حدوداً کار میکنید. اگه بخواید یک مقایسه ای بکنید سبک کار و حرفه‌ای که داشتید رو اینجا با ایران چه جوری مقایسه میکنید؟ من همیشه این بر کار کردم، این بر یه جورایی بزرگ شدم، کار کردم، بر ترتیب مشغول بودم، چه جوریه؟ یه مقایسه برامون میکنید برای مخاطبان؟ البته که من اصلا ایران رفتنم خب کلی برام چالش بود، برای اینکه خب من زبان فارسی به این خوبی نبود، بعدم تهران و تهرانی نبود که من میشناختم، به کودکی میشناختم و حتی صحبت کردن عامیانه رو اون مدلی که عوض شده بود زیاد وارد نبودم، رشته من چیز دیگه بود میبخشه. و بعد اصلا رفتم تو
حرفه و کارهای مالی بیشتر، فایننس و اینا، چون پرایس واترهاوس کوپرز من شرکت مالی و دیو دیلیجنس و این چیزا هست. برام خیلی جالب بود چون مثلا اونجا من میدیدم خیلی ها گوشه خیابون وای میسن، همین سواری ها رو مثلا میگن مستقیم یا در بعد سوار میشن، ما اینجا یاد گرفتیم او مای گاد این مثل هیچ هایکینگ، این کار مثلا درست نیست، ماشین سوار ماشین غریبه نشی، اینا همه چی کالچر شاکه به نوعی. ولی خب من هی رو خودم کار کردم چون از چالش کردن خودم خیلی دوست دارم، لذت میبرم و چند بار هی امتحان کردم اینا، دیدم نه اوکیه. بعدم خب یاد گرفتم مثلا ماشینای میشه سوار شد، ماشینای معمولی شخصی خب نه. بعد خب خیلی آژانس سوار میشدم که یکمی عادت کنم به اسم خیابونا، بدونم کجا پیاده شم، اسم درستشو بگم، اسم قدیمی رو نگم. خلاصه خیلی این چیزا برام جالب بود. یا حتی شرکتی که اول کار میکردم شرکت مهندسی بود، موننکو مونتریال انجینیرینگ کمپانی، که اونم جالب بود. میخوام فقط چند تا مثال خیلی خنددار براتون بگم که مثلا تو اون شرکت مهندسی که من بودم، رئیس پروژه مثلا میگفت خانم حسین دوست لطف میکنین مثلا میگم چند تا آچار، یه بسته آچار بیارین مثلا برای من. گفتم بله حتما. من گفتم آچار چرا از من آچار میخواد؟ مگه من چیکارم اینجا؟ برام عجیب بود. حالا اینا میگم چند تا اگزمپل اینطوری دارم. بعد میرفتم اونجا، حالا یکی دو نفر هوای منو خیلی داشتن، از مهندسین و راننده شرکت و آبدارچی اینا، میدونستن من یه کمی مشکلات زبان دارم. گفتن چی شده خانم مهندس؟ منم گفتم خانم مهندس. گفتم والا نمیدونم چرا آقای مهندس یه بسته آچار میخواد، من حالا نمیدونم آچار برای چی میخواد الان. بعد میگفتن ما الان میاریم. دیدم مثلا این رفتن یه بسته کاغذ آوردن اینا، گفتم این چیه؟ گفتن به این کاغذ و این سایز کاغذ میگن آچار A4. گفتم واه اوکی، خیلی ممنون، صداشو در نیارم دیگه. قشنگ با شونه عقب اینجوری رفتم و دادم، تحویل دادم به آقای مهندس و تشکر. این گذشت. چند روز بعد خانم حسین دوست میبینین اگه چند تا زونکن اگه ممکنه بیارن. زونکن خدای من، زون که من میدونم چیه، کنم که میدونم چیه، انگلیسیم خوبه، ولی الان این آقای مهندس از من چی میخواد؟ حالا هی میرفتم باز من میگشتم اینطوری، هی راه میرفتم تو راه راه اینا، باز این بچه هایی که هوایی من داشتن گفتن چی شده دنبال چی هستی؟ گفتن نمیدونم چرا مهندس زونکن میخواد، این قوطیه چیه؟ گفتن اینا ها. حالا جلوی من یک دیوار زونکن کلاسورهای مشکی، گفتم ایناست. گفتم وا چجور. حالا از اونها باز چند تا بردم دادم. میدونین چیزای اینجوری که واقعا خیلی جالب بود. یا زبان و سوء تفاهم زبان، مثلا یه روز سرتاپا مشکی پوشیدم، متاسفانه کسی فوت شده بود در فامیل، رفتم و میخواستم بگم که من امروز زودتر باید برم به خاطر یه ختم و اینا، خیلی جدی و مغموم رفتم تو دفتر مدیر شرکت و گفت ای بابا خوبی اینا؟ گفتم بله، ولی با اجازه شما من امروز باید زودتر برم یک قتل. گفت بله. حالا خوشبختانه ایشونم انگلیسیش فول بود، گفت قتل باید برین؟ گفتم بله دیگه، خیلی واقعا ناراحتم و اینا. گفت فکر کنم منظورتون ختمه. میدونی یعنی چیزا اینجوری که الان من واقعا فکرشو میکنم خیلی برام جالب و خنده‌داره، که خلاص اینا یه کمی خاطرات چند تایی که به ذهنم اومد و باهاتون سعیم شدم. خیلی ممنونم، من کلی خندیدم چون که همینجوری که شما صحبت میکردین و همین صحبتی که در مورد آچار کردین یه چیز شبیه این برای خود من اتفاقا تو همین دو سه سالی که در خدمت ایرانیان بیشتر در مجموع جوایز پارسی هستم از این اتفاقات خیلی میفته برای من.
من مطمئنم الان مخاطبان جوایز فارسی دوستانی که برنامه های حالا لطف داشتن برنامه های من دنبال کردن با این کلام فارسی و با این جور صحبت کردن های من همینجوری مثل من از خنده اشک میریزن. به هر حال یک برنامه بعد با هم حتما تعریف کنیم در ارتباط با این بخشی که صحبت کردیم. خیلی متشکرم، مرسی کتی عزیز. اگه بخوام بگم که به عنوان یک مادر، به عنوان یک ایرانی که اینجوری افتخار میکنی به سرزمین مادری و تمام این تجاربتو داری به هر حال حالا جسته گریخته برای ما یه بخشیش رو میگی، اگر تمام اینها رو بذاریم کنار و کتی تنها، کتایون فورگیو می، ببخشید منو، نه خواهش کتی خوبه. مرسی عزیزم. کتایون چه کاری رو یه روزی که بلند میشه، اصلا نه مادر، نه کارشناسی و علوم سیاسی رو تجربهش داشته، نه سفر به ایران، چی باعث میشه که یک روز تو تنها بتونی ازش لذت ببری؟ چه کارهایی؟ آیا به ورزش خاصی مشغولی؟ آیا کتابهایی رو که میخونی چه سبک کتابهایی هستش؟ برام میگی بیشتر به چی علاقه مندی؟ خواهش من کلن از هر لحظه سعی میکنم لذت ببرم، چون کلا آدم خیلی مثبتیم و به همه میگم 24 ساعت در روز واقعا برای من کمه. من که بیدار میشم، حالا گفتین خانواده همه چی رو بذارم کنار، بله صبح معمولا ورزشی میکنم، عاشق صبحانم، صبحانم رو خیلی یواش، شاید یک ساعت طول بگشم من صبحانم رو بخورم، بعد میرم تو لیست تقویم تلفنم که همیشه پره، حالا یا از پیگیری های کارایی که کسایی ازم خواستن یا بردن پدر مادر برای وقتای دکترشون یا آزمایشگاه یا کارایی که باید انجام بشه. کتاب، من خیلی کتابای رمان دوست داشتم که از وقتی ایران رفتم نوبتی یک کتاب انگلیسی یک کتاب فارسی میخونم و بیشتر رمان، و شاهنامه رو دارم، جلد خیلی قشنگشم دارم، هنوز خیلی سخته برام، بعضی وقت باز میکنم یه صفحه میخونم، ولی شاهنامه های خیلی ساده ترم برای خودم گرفتم که مثل فصل فصل هر کتاب یه فصلشه، داستانه مختلف و اون زبان راحت تره که اونا رو خوندم و خیلی علاقه دارم. سوال قبلیتون رو من درست ببخشید جواب ندادم، کار اینجا و ایران رو گفتین مقایسه بله کنم، میتونم الان جواب بدم؟ بله ممنون میشم، بگوشم. ببینین من کلن آدمی اصلا روتین منو خیلی اذیت میکنه و خسته میکنه، برای همین اون موقع دیگه تحصیلاتم که تموم شده بود و احساس کردم دیگه اینجا همه جور جای مختلف کار کردم، دیگه برام ملامت آور شده، دوست داشتم برم ایران. ایران که رفتم جای مختلف، گفتم یه شرکت مهندسی و بعد پرایس واتر هاوس کوپرس که اونجا نزدیک 12 سال کار کردم بودم. فرقش این بود اینجا خب میرفتیم سر کار میومدیم، تازه تو اون سن جوانتر خب برای من فانتر بود، با اینکه خیلی ماشینی بود، همه چیز سیاسفید و دوستای خوبی ساختم تو این سالا کار کرده اینجا. ایران مدل دیگه، چون همین که شما احساس میکنین اصلا اونجایی که هستین، اون مملکت، اصلا یه جور دیگه نفس میکشین، یه جور دیگه از صبح که پا میشین حس میکنین. من صبح پا میشدم اول کوه رو نگاه میکردم، اصلا انرژی که من میگفتم، شبم ماه رو نگاه میکردم، یعنی اصلا حسی که از اون میگرفتم، بعد شارژم میکرد که دیگه صبح 7 اینطور پا میشدم، حاضر میشدم تا برم دیگه ماشین بگیرم، حالا یا آژانس یا هرچی که برم سر کار. حدود 8:30-9 سر کار بودم، اونجا رئیس دفتر بودم، دفتر خودم رو داشتم، بچه ها همه همکارا واقعا یکی از یکی بهتر، مهربانتر، حرفه‌ای، و روزامون واقعا کنار هم خیلی خوب میگذشت و راحت. میدونی شما اینجا بعضی وقتا باید هی مواظب باشین چی بگم چی نگم، به کسی بر نخوره، همه چی خیلی structure
عجیب غریبی داره. اونجا خب ما آدمایی هم نیستیم که رعایت نکنیم همدیگر رو و احساسات همو یا اون پرایوسی همدیگر رو، میدونی؟ برای همین that's a given. تو اون محیط ما واقعا از صبح تا عصر که با هم بودیم به اهداف شرکت میپرداختیم. مهمانای خارجی زیادی میامدن، اونا رو خب بعد میبردیم این ور و ور، حالا یا مترجمشون بودیم یا به عنوان مثلا برای آخر شب میبردیمشون برای شام اینا. و من واقعا لذتی که بردم کار کردن در ایران تو این همه سال که اینجا کار کردم نبردم، و واقعا خونه میرفتم خسته نبودم. و این برای این نیست که خیلی ها باور دارن تو ایران که کار نمیکنن، شاید مثلا جای دولتی رو دیدن همه میشینن چای میخورن نمیدونم اینا. نه، ما کار میکردیم ولی فانمون هم داشتیم. یعنی واقعا بعد از کار دست جمعی، همه مجرد بودیم یه موقع، دست جمعی میرفتیم سینما، میرفتیم رستوران، هم سنای مختلف، من خب ازشون همیشه بزرگتر بودم. ولی چیزایی که یاد گرفتیم از اون مدیرای اون شرکت، طرز برخورد، همه اینا واقعا از لحاظ شخصیتی خیلی به من افزود و خیلی کمک کرد. چیزی که من واقعا اون همه سال اینجا که سنم هم کمتر بود به دست نیورده بودم. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادی. حتما در این ارتباط شاید مقایسه به هر حال زندگی حرفه‌ای و کاری امریکای شمالی با ایران در برنامه‌های بعدی شاید یه مقداری به صورت تخصصی‌تر در خدمتتون باشم، چون صحبت بسیار هستش و من خیلی دوست دارم که در این ارتباط بیشتر صحبت کنیم. بر ترتیب اگر که بخوام ازت این آخرین سوالیه که حالا می‌خوام ازت در این برنامه بپرسم، اینه که به نظر کتایون ایرانیان جهان چگونه میتونن به هم دیگه کمک کنن؟ ایرانی چگونه میتونه به ایرانی، حالا چه داخل چه خارج از کشور، چه کمک هایی رو میتونه بکنه؟ والا تا وقتی ما اهداف شخصی خودمونو اول بذاریم، هیچ کمکی به هیچ کسی دیگه نمیتونیم بکنیم متاسفانه. الان تو این چند ماه که شنیدیم همش در رابطه با اتحاد، البته چیزی که قرنها دربارش صحبت هست و ما ایرانی ها کم لطفی میکنیم نسبت به این مسئله. واقعا اگر یکی بشیم، اهدافمون یکی باشه، بتونیم با هم بهتر صحبت کنیم در یک پلتفرم با یک زبون، حرف همو گوش کنیم قبل از که جواب بدیم، متین‌تر، مهربون‌تر، خیلی کارا میتونیم بکنیم مثل خیلی های دیگه، خیلی نشنالیتی های ملیت های دیگه. من واقعا همینو خیلی دلم میسوزه، چون ایران ما واقعا حیفه و از همین کم لطفی ما دارن سوء استفاده میکنن ضد خودمون. درسته، پس منم با شما موافقم، ممنونم که گفتی. فکر میکنم که موردی که بهش اشاره کردی اینه که فقط همدیگر رو نشنویم و ردشیم، به همدیگه گوش کنیم و بیشتر به هم احترام بگذاریم. این چیزیه که خب ما در خارج از کشور شاید بیشتر باهاش برخورد میکنیم. یعنی حتی وقتی که شما یک شخصی که به هر حال نیتیو این سرزمین هست و تو امریکای شمالی حالا باهاشون برخورد میکنی، با اینکه ممکنه با لهجه ما، ممکنه با زبانی که ما صحبت میکنیم مثلا آشنا نباشه با ظاهر ما، ولی بهتر گوش میدن به هم دیگه. و اینم من معتقدم با فرهنگ غنی که ما داریم، با مردم نجیب سرزمینمون، با تمام داشته هایی که داریم، اگر رو این بخشم همینجور که شما گفتین بیشتر کار کنیم، حتما و حتما آینده روشنی رو در کنار هم دیگه خواهیم. امید به اون روز واقعا. ممنونم، من هم امیدوارم. کتایون نازنین، خوشحالم که در برنامه بعدی در بخش کوچ در خدمتتون هستم. اگر صحبتی هست هستم خدمتتون، اگر مطلبی هست میخواییم بفرمایید الان. خیلی ممنون، مرسی از شما که انقدر وقت میذارین برای این کارهای مهم و اجتماعی و فرهنگی و اطلاع رسانی میکنین از همه لحاظ. با این
سخن و صدای شیواتون بسیار لذت برم. بسیار سپاسگزارم. ممنونم از فیدبکی که به هم دادید. مجموعه جوایز پارسی متعلق به تمام ایرانیان جهان هست.